عزیز درود ویژه دارم خدمت همه شما عزیزان در این بخش برنامه اتفاق تلخی که افتاد در چند روز گذشته تظاهرات مردم گرجستان در برابر سفارت ایران در تفلیس گرجستان بود و اعتراضشون بابت کنسرت این آقا بود آقای تتلو خب آقای تتلو کنسرتی رو اجرا کردن خیلیاتون دیدی چون میدونم که چیزهایی با ارزش رو خیلی ها نمیبینن و چیزهای بی ارزش و هر شما فاضلا به مجازی باشید خب بیشتر دیده میشه من شخصا هیچ مشکلی با این آقای تتلو ندارم به هیچ عنوان در هر جامعه افرادی هستن که با نرم های جامعه هماهنگ نیستن ایرادی هم نداره عموما هم توی همین طیف خواننده و هنرمند و حالا اگه هنرمند هستن نیستن من چون تو تخصصی در امر هنری ندارم ولی در این تیفا هستن اینکه چنین افرادی وجود دارن اون که چیز عجیبی نیست اینکه یک بخش گسترده از جامعه ما میرن و حمایت میکنن این یه خورده منو شوکه کرده بود خب ایشون در کنسرتش که من نمیتونم به خاطر این پرنسیپ های برنامه‌مون تیکاها و الفاظی که به کار میبرن رو در برنامه نشون بدم حتی و ایشون خیلی ساختارها رو میشکنه خیلی الفاظ رکیک به کار میبره که البته خاننده خارجی هم یه همچین کارهایی رو انجام میدن در سبک رب ولی به هر روی در اون جمعیت الفاظی رو به کار میاره که اصلا آدم در یک جمع مردانه مجردی خصوصی هم روش نمیشه بگه حداقل من اون موقع توی سربازیمونم رومون نمیشه حتی جوکایی تعریف کنیم که از این گونه عبارات بخواد به این شک مثلا بهره برداری بشه ولی ایشون میگه و خب اون اونش اون بخشی که ایشون میگه من مشکل نداشتم اون بخشی که دخترهای جوان ما پسرهای جوان ما وقتی که ایشون روزش میخوام آلتش رو حواله این جمعیت میکنه اونها انقدر خوشحال میشن اینها برای من خیلی شوکه کننده بود که نسل نوین ما به کجا رسیده و دلایلش هم مشخصه وقتی که کشوری 1400 سال بیاد به اون شکل باورهای غیر ایرانی رو حالا به هر شکلی درست ما شیعه شدیم با مهندسی شیعه بخشای ایرانی رو تونستیم حفظ بکنیم ولی روکشه بالاخره روکش اسلامی است امروز دیدید من یه پست گذاشتم و گفتم آقا در تاجیکستان میگن هی رستم و حالا فهمیدم چرا ما یا علی میگیم بعد دیدم خیلی از اینایی که اسمن ایرانی هستن اومدن فوش کشیدن به رستم در دفاع از اصلا آدم چی بگه بیگانه پرستی شاخ و دم نداره که بیگانه پرست یعنی بیگانه پرست حالا یه کسی ترامپو رو میپرسته یه کسی میره در حجاز برای خودش دین پیدا میکنه اونجا میپرسته یه کاش حالا میرفت اونجا پیدا میکرد بعد وقتی اینه که اون اومده کلی تجاوز هم کرده به زور به کشور ما بعد به جایی میرسه وقتی که من میگم آقا تو تاجیکستان میگن هی رستم حالا فهمیدم چرا یا علی میگیم هیچ توهینی هم مثلا به حضرت علی نکردم ولی اینا اینقدر بهشون فشار میاد توهین میکنن به یک چهره اصوره ایران و حمله میکنن به رستم و آدم میفهمه که مشکل کجاست یا در صد سال گذشته شما میبینید بخشی از روشنفکران ما که خیلی سرشون ادعا میکردن خیلی مطالعه کردن همچون آقای شاملو این عکسای تظاهراتم هم بهتون نشون بدم که در تفلیس رفتن اینا آبروی ما رو میبره قربونتون برم نگاه کنی رفتن اونجا و مردم گرجستان دارن اعتراض میکنن که حالا دلیل اعتراض بهتون خواهم گفت و میبینیم در صد سال گذشته افرادی بودن مثل آقای شاملو و خیلی چهرایی همچون شاملو اینا دم از این زدن که آقا ما اگر میخوایم به جایی برسیم باید بریم مثلا سمت باورهای مارکسیستی و تجویز کردن بحث مارکسیستا بازم آبش خور شوروی اون موقع بوده روسیه فعلی مسکوی که الان هست و یا الان دیگه بخشی از روشنفکران ما که این رو انقدر مقدسش کردن موازین غربی و غربگران یعنی شما اگر بخواید یه کوچکترین جایی دموکراسی رو نقد کنی اینا براشون مقدس دموکراسی ابتزال دموکراسی رو من با تمام وجودم لحظه به لحظه در کشورهای اروپایی دارن لمسش میکنم دموکراسی که امروز این آقا میگه میگه آقا آزادی بیان پس فلانمون توی هرچی حالا همه جا از این حرف رو توی کنسرت داشت میگو دموکراسی از جامعه هر به وجود میاد من تو خودم آدم پر حرفی ولی باورم کنین نمیگم دو برابر به ایران سوگن سه برابر از اون چیزی که حرف میزنم مطالعه میکنم و سه برابر از چیزی که حرف میزنم گوش میکنم یعنی میشینم برنامه های خیلی خط کسانه که گوش میکنم سه برابر از اینی که دارم اینجا تو برنامه هم حرف میزنم من دو ساعت برنامه اجرا میکنم ولی در 48 ساعتی که بخوام این دو ساعت رو برنامه اجرا کنم نزدیک به 8 ساعت مطالعه مفید دارم و نزدیک به 8 ساعت برنامه های مختلف رسانه ای رو نگاه میکنم که میشه 16 ساعت دو ساعت هم اجرا میکنم میشه 18 ساعت این زندگی من در 48 ساعته ما بقیه این 4800 که 18 رو برای این برنامه دارم هزینه میکنم دیگه به کارهای زندگی و زناشویی و تفریح و اینا میرسم ولی دموکراسی به ما یاد میده که آقا شما بشینید در مورد پدیده ای که نمیدونید نظر بدید مثلا همین امروز مثلا من یه پست پستی که میذارم بعد از این کامنت هایی که میبینی اینا ابتذال دموکراسی طرف فکر میکنه در مورد همه چی باید نظر بده آقا نظر کسی باید بده که در اون مورد یه چهار تا حداقل پیرن پاره کرده باشه یه چهار تا مثلا ما الان سر لباس های قومی اختلاف نظری داشتیم با چند تا از دوستان خب اونا مطالعه کرده بودن منم مطالعه کرده بودم داشتیم با همدیگه با هم دیگه بحث علمی میکردیم یعنی بحثی بر مبنای تاریخی که بوده و هر دومون چیزای ابتدایی رو میدونستیم ولی یه نفر مثلا یکی میاد یه نظری میندازه وسط آقا لباس ژاپنی خب حالا حالا تو بخش خودش میگم اصلا ژاپنی اون لباس کیمونو به هیچ عنوان در سطح جامعه نمیپوشن من کلی عکس اومدم سرچ کردم همه عکس تو آتلیه است یه چیزی میندازیم و این ابتذال دموکراسیه بنابراین آی تتلو بر ایشون اصلا خورده ای نیست اون نسلی که ولی تربیت شدن این ابتزال و جیغ میزنن و نزدیک 16 هزارتن تن یا 15 هزارتن تن هنگام پخش زنده از طریق یوتیوب برنامه آقای تتلو رو دیدن که یه رکورد اصلا جابجا کرد چون خود بی بی سی صدای آمریکا معناتو که حتی سر بحث این استیج و اینا خیلی ها مثلا میرفتن نگاه میکردن رقم ها فرای 5 هزار نفر بیشتر نرفت و برای ایشون در هنگام پخش زندگی یوتیوب 15 هزار نفر رفت و اونش هم باز مهم نیست الان 15 هزار نفر دیدن یعنی بازدید مهم نیست من خودم هم بعد اومدم نگاه کردم اینا ببینم چه خبره من باید نگاه کنم چون دارم کار رسانه ای میکنم اونی که اومدم نگاه کردم اونش که دیده شده مهم نیست اینکه کامنت هایی که میومد 90 درصد کامنت ها قربون صدقه بود به آقای تطلو و به ویژه اون لحظه هایی که ایشون الفاظ رکیق و بسیار اوریان مطرح میکرد و دختر پسرهای جوان وقتی که ایشون ببخشید آلتش رو حوالشون میکرد کامنت مثبت میذاشن یعنی من داشتم فضای مجازی رو نگاه میکردم کامنت ها مثبت در فضای حقیقی هم مردمی که تو سالن بودن جیغ و سوت و دست این یک فروپاشی محتوایی است که حاصل بیگانه پرستی ماست بیگانه پرستی حالا میخوان نوع شرقی باشه که برگشتیم مارکسیست و خیلی ها تجویز کردن غربگرایی باشه یا اسلام پرستی باشه یعنی بیگانه پرستی بیگانه پرستی است به قول اخوان سالس که برای تو کهن بوم و بر نه, نه شرقی نه غربی نه تازی شدن را دوست دارم ببینید ما بایستی برگردیم به فرهنگ خودمون و جوانان ما امروز حق دارم من اتفاقا ناراحتم یعنی نار... خیلی ناراحتم ولی حق میدم به دختر پسرهایی که اونجا وقتی که این آدم الفاظ رکیکو میگفت سوتا دست میزدن کی بوده به این جوانان بگی آقا جان بیا از آن خودت با فرهنگ خودت رشد پیدا کن جمهوری اسلامی که تا به دنیا اومدیم یک فرهنگ عجیب غریبی رو کرد تو پاچه هممون دیگه حالا از اون برم که میبینی در ایران ستیزی برخی زمانها دوستان هزباللهی گوی سبقت رو از اپوزیسیون برانداز خودشون میرو خیلی موردام هست مشاهده میکنید آریایی رو که همانند اونا مینویسن حالا خوب ما اسلام رو بیایم این بنویسیم اسلام رو با این بنویسیم خب این اینا چیزایی که داریم در رگ گردنشون برای رستم و شاهنامه کلوف نمیشه برای حضرت علی کلوف حالا ما که تو توهینی هم نکردیم ما که توهینی هم اگر, بر... اگر بحث توهین باشه 1400 سال این موازین بیش از 1400 سال چند هزار ساله که این باورهای سامیس داره به ماها توهین میکنه به تمام بشریت توهین کرده که واردش نمیشم چون این بحثا رو نمیخوام دیگه بهش عمق بدم این بحث جای عمق دارن نیست پدیده ی آقای تطلو پدیده ای که از بیگانه پرستی ما میاد بنابراین این باید کار فرهنگی بشه ولی اتفاق بعدی که افتاد آقای تتلو توی کنسرت بحث مطرح کرد که من میخوام گل بکشم نمیدونم گویا یکی از مواد مخدره حالا همین چیزایی که توی کانادا اومدن و اینا رو آزاد کردن مثل که در گرجستان هم آزاده ولی در عموم نباید کشیده بشه ایشون یکی به خاطر این دلیل و یکی هم جاهایی که ایشون فوش رکیک میداد گفت ترجمه کنید برای مردم گرجستان و شوربختانه بخشی از کنسرت ایشون به زبان گرجی ترجمه شد و باعث خشم مردم گرجستان شد به حق مردم گرجستان ناراحت شدن و اینها اومدن جلوی سفارت ما تظاهرات گذاشتن و اینها ضربه میزنه به وجهه ایران ببینید اتفاقی که افتاد توی استانبول ترکیه من بلند شدم رفتم یک بخشی از ایرانی‌ها اونجا انقدر گنزنن معروفن به شاخهای اینستاگرامی که البته فاضلاب‌ها یا افونت های اینستاگرامی واقعا خیلی آب به ما بردن تو ترکیه یعنی الان امروز رفتار بدی که پلیس ترکیه بعضن با ایرانی جماعت داره حق داره حق داره یعنی نمیتونم بگم آقا توهین داره میکنه پلیس ترکیه حق داره یک جایی برخورد نامناسب داشته شد. چون واقعاً ما ایرانیا در ترکیه و در گرجستان واقعا پوزش میخوام خراب کردیم خراب کردیم و امیدوارم در آینده این مشکل مشکل فرهنگی است فقط باید یعنی ما از دست دادیم جوونامونا جوانایی که برای فوش خارمادر اونجا میرن حالا فوش خارمادر آقای تتلو تو سرش بخوره اونجایی که ایشون ترانه ها رو اجرا میکن همه رو آخه هم یا شعرها رو یادش میرفت که یه جا شعر یادش رفت برگشت به مردم گفتش که یک بخشی یادم رفت بعد این شعر رو به حواله کرد دوباره به قسمت تحتانیه بینندگانش کسانی که تو کنسرت شرکت کردن توهین کرد به اینا با اون الف لفظ مشخصا رکیکش و بارها هم که شعر یادش رفت و بارها هم که اصلا چیز بود با خود اون موزیک هماهنگ نمیخوند و بسیار ضعیف اجرا کرد یعنی از نظر هنری هم با وجود این که حساب نظر نیستم تو بخش هنری ولی به بخش دیگه آدم احمقی هم که نیستیم داشتیم میدیدیم که ایشون نمیتواند درست بخونه مثلا حال تو حال خودش نبود انقدر مواد کشیده بود که داستان های خودش رو داشت یعنی من برام جالب بود مردم حالا میگن آقا این فوش خارماده هم میده ولی هنرش اوکیه هنری هم که اونجا ایشون اجرا کرد ابتزال بود حتی تو همون ابتزالش که داره اجرا میکنه همون ابتزالش هم ایشون اشتباه میخون شعرها یادش میرفت و این که مردم مورد ایشون مورد تشویق قرار دادن این یک شکی به من داده که هنوز نتونستم هضم بکنم و نشون میده که آقا ما جامعه رو از دست دادیم این بخش برنامه رو میبندم امیدوارم سفارت ایران در تفلیس گرجستان که البته همه اینا این آتیشه از گور خود جمهوری اسلامی بلند میشه چون بخش تربیتی افرادی چون آقای تطلو و همه ماها در دوران چهر ساله ی حکومت امام زمانی جمهوری اسلامی بوده که مردمی نسلی از ما جمهوری اسلامی به وجود آورده حتی هم جمهوری اسلامی هم مخالفینش عوامل متعددی به مانند یک پازل دست به دست هم دادن که بخش گستردهش گردن جمهوری اسلامیه نسلی از ما به وجود اومده که رسما شتورگاف پلنگیم مشخص نیست چی هستیم یعنی قاطی کردین. حالمون خوب نیست. یعنی رسما من دارم تو جمع... توی بخش‌های جوانان خودمون اینام حالمون خوب نیست و به حق مردم حالشون خوب نیست و تنها داروی تک میشه تجویز کرد که حال این مردم رو خوب کرد بازگشت به ارزش‌های ایرانی است. نه ارزش‌های مذهبی در داخل حجاز، نه ارزش‌های مارکسیستی یا ارزش‌های غربی چون دموکراسی. بازگشت به ارزش‌های ایرانی است. و تمام سواسگذارم که این ساخنان رو گوش کردید میریم بخش بعدی برنامه